حالا من چیکار کنم؟ نه حالا بابا جدی جدی خوب نیست. من چند خیلی بمونم بهتره. کاری از دست من برمیاد؟ نه بابا چه کاری؟ خب الان چیکار باید بکنی؟ سلام. ازم تو هم نمون سمیرا برو شهرستان این چند روزی. ما که کاری نکردیم آخه. بالاخره پای هممون گیره دیگه. من نمیفهمم تو چرا اینقدر روی این قضیه اصرار داری؟ به خاطر اینکه میدونم چه برای سر ما میاد. اون وقت هوا چطور اونجا؟ هوا خوبه. چطور؟ علیرضا یعنی واقعا نبا بگی نرفتی که بشینیم حرف بزنیم ببینیم بعد چی کار بکنیم. سمیر چه کاری از دست تو برمی اومد؟ من چه کاری ازم برمیاد؟ من جرأتش رو داشتم پاشادم رفتم در خونه قیاسی. تو که اومدی تو سوراخ موشقایم شدی ادعات هم میشه؟ چی رفتی اونجا؟ هیچ دوربینی اونجا نیست که تصویر ما رو گرفته باشه. روزبا و فرید چی اونه که ما رو دیدن که؟ میگیم رفتیم تو ماشین دیدیم کار درستی نیست پیاده شدیم. خانم قربانی، آقای مهندس. بله. چی شده؟ سلام. سلام داداش. ببخشید دیروز نشد بیام شرکت. فردا حتما میام برگه ها رو امضا میکنم. مسئله نیست. فردا میگم رضی بیاره خونه. مامرزی کجاست؟ پرسیدن داره. تئاتر. بشین یه چایی برات بریزم. امیر کجاست؟ تو اتاقشه. سلام ده. یه دقیقه بیا تو تراس. چشم. تا حالا فکر میکردم فقط از مسائل پیچیده سردر نمیاری، ولی حالا فهمیدم که احمقی. چرا رفتیم بیمارستان؟ داشت میمرد دایی. زنگ میزدی نورشانس؟ دیر میشد دیگه. میذاشتینش جلو بیمارستان، خودتون در میرفتین، نه این که برین اون تو براش پرونده هم تشکیل بدین. دایی من موقع گیج بودم، به این چیزا فکر نمی کردم، نگران جونش بودم. ببینم الان اگر بیان قپونی ببرنت، دو روز دیگه کی از زندان درت میاره؟ رفتی یه ردی از خودت جا گذاشتی، الانم انگار نه انگار. نه از این به بعد پای آب رو و حیثیت و زندگی من وسطه. چه ربطی به شما داره آخه دایی؟ هر اتفاقی که برای تو یا هر کدوم از شما بیفته به من ربط داره، مستقیم به من ربط پیدا میکنه. از این به بعدم میشینی تو خونه
با هیچ کس هم حرف نمیزنی. بله بفرمایید. آقای امیر صنعتی کار. بله بله. امیر، امیر دم در کارت داره. بله. آقای امیر صنعتی؟ بله خودم. چرا؟ آقا یه لحظه وایس. آقا من کارت شما رو ببینم اصلا. آقا کاری نکردم. آقا دارم میگم کاری نکردم. یه لحظه وایس. آقا بابا کاری نکردم، اشتباه کردم. بابا کجا هستن داری ما رو میبری؟ چرا اون شب نمیادی خودتون رو معرفی کنی؟ گزارش فرارتون از بیمارستان هم بهم رسیده. خب اول از همه کی با محمود قیاسی درگیر شد؟ تو یا اون دختره؟ من آتی خانم ناصر اصلا درگیر نشد. چاقو چی؟ چاقو همراهت برده بودی یا توی ماشین بود؟ سرکار ما خودمون برداشتیم بردیم طرفو بیمارستان. دیوانه ایم مگه بهش چاقو بزنیم؟ دوتا موتوری اومدن خفتش کنن موبایلشو بگیرن با چاقو زدنش. من خودم هم باشون درگیر شدم. موبایل؟ موبایلش دزدیده نشده. خب بعد من مقاومت کرده نتونستم بزنه. چرا خودش نمیپرسی؟ خودش که الان معلوم نیست کی بتونه حرف بزنه. ببین پسر جان واقعیتو بگو که بتونم کمکت کنم. من باید بفهمم با محمود قیاسی کی درگیر شده، کی ضرب و شتم کرده، کی بهش صدمه زده. پسر جون برات یه روز تموم میشه. من باش درگیر شدم، یعنی لفظی با هم دیگه درگیر شدیم. بعد آتیه آرومم کرد، بعد ما داشتیم میرفتیم، مثلا ما قیاسی نزدیم. ما داشتیم میرفتیم سمت ماشین، حالش خوب بود. حتی میخواست زنگ بزنه 110 دید ما داریم میریم، منصرف شد. پس چرا خودتو معرفی کردی؟ ها؟ من با شما حرف نمیزنم. اصلا کی هستی شما؟ چرا اصرار داری همه تقصیر رو گردن بگیری؟ سرکار لطفاً حرف تو دهن من نذارید. آتیه با هیچ کس درگیر نشد. چرا داری سنگ دختری رو به سینه میزنی که سابقش تو دانشگاه معلومه؟ خانواده‌هاتون هم که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. کجا با هم آشنا شدی؟ Oh!
به تو چلو به تو چلو گیز سانارزشون گل خوردی نگران نباشیم بازی 5 تا گل داره 4 تاش هم مال ماست 5 تا گل داره 4 تاش هم مال ماست مطمئن نیم سعیدی بعدن بپا 6 تا نخورید شرط بذارید آقا باشه قبول اگه ما 4 تا خوردیم همه اینا شب مهمون من خوبه باشه اگرم من باختم اندازه پول شام کل بچه‌ها میریزم به حسابت اصلا هر چی غیر از 4-1 مال تو آقا نمیخوره مهتاب جون 10% دخل امشب واسه ما در نظر بگیر حالا چه عجله‌ای داری بذار من زیربندی ماشین تو رو باز کنم ببینم چی به چیه تو لوازمی که بهت گفتم خریدی؟ خب اون لوازم رو بخواه بردار بیار یه هفته دیگه ماشین درست میشه دیگه یه بردار ببر باشه باشه خداحافظ به علیرضا خان چطوری؟ کجایی دایی اینقدر داره دنبالت میگرده؟ چرا؟ لامو شکوری دوباره قاطی کرده حساب کتاب ریخته به هم بابا دو تا فایل اکسل رو یادش میدادی من بردم زوری بلدم چی پا تو دانشگاه یادتون میدم؟ گل! نفس این دقیقه دومی هم زدی بزن ببین یه شرطی با فرید بستم سر بازی استقلال فولاد یعنی کارت بزنی خونش در نمیاد نهار افتادیم یه گل دیگه هم دارین ها روز به بگو این بازی 4-1 ها ملیدی بابا بدون حالا بدون بازی یه بازی ها بکردن بخو بخوایی کنیش نیشه هر دسته نمیخوانم گشتم و نها نخوانم بابه نا بابه نا برو پارکو بکر گلی بچه ها منو بازه همه مهمون فریدن علی رضا پاستا آخه این ناراحت شد فرید اینا هرچی دارن میخورن و میذارن به حساب تو آش دیگه حالا اشکال نداره دیگه حرف زده آفرین به این میگن یه پرسپولیسی متمدن باری کرده پاستای منم بزن به حساب فرید این قهوه منم بزن به حساب این چایی منم بزن به حساب فرید ای بابا چه خبر اونجا؟ مهتاب جون داری رقیب پیدا میکنی ها؟ نه بابا این بچه ها دانشجو انقره اون روبرو کافه گالری باز کنن به ما ها کاری ندارم دمشون گم سرت به کار خودت باشه مثلا یه جوری هم رفتار میکنه که ما رو ندیده مثلا علکی ماشینش هم صدای خرس زخمی میده نه؟ ببرنش میکنه کی؟ ببریم ردیفه ببریم چقدر حولید شما حال آدم رو به هم میزنید کی؟ ما حولی تو حول نیستی جواب سلامتو میده اصلا تحویلت میگیره محلت نمیذاره بدبخت میخوای چون تو حول نیستی بیاری مکانیکی تو داره؟ یه روب یه روب چی؟ یه روب دیگه همینجا باش قهوه میخورم قربونت برم اوکی تو امروز رودور بودی ولی کوتاه بیا یک روب گفتم ببین ولی کوتاه بیا اینا واقعا آدم حسابی هم به به علیرضا جون حالا شما چطوره؟ اومدی تو باغ شما هم ها؟ دایی مهراب میدونه اینقدر شیطونی شما دخترها رو وارسی میکنی؟ بهتون میگم بیشخصیتیم برای همین موقع هست میشناسمشون هم دانشگاهی همونه. اون از اون عصا قورت داده هاست از این دست که کلش بوی قرمه سبزی میده اصلا تو این باقا نیست همون یه رو میبازی پوندای سفر لندن هم به باد میدی علی رضا این چرا اینقدر سر و گوشش میجنبه؟ من نمیدونم اسما خانم تو لندن خبر داره آقا
مزه نریز، تایم بگیر. اسمه خانم، اسمه خانم. اه بیا تایم بگیر. تو چه اصلا؟ هر وقت خواستی بری بگو بزنی. تایم بگیر. من واقعا خوشبین نیستم. میدونی اینجوری که داریم کار میکنیم حالا اینجا تموم نمیشه. بله میدونم، ولی من واقعا دیگه کسی رو ندارم ازش پول قرض بگیرم سمیرا. بعد 10 روز دیگه موعد اجاره اینجاست. اگه نمیخوای بندازنمون بیرون، کار کن کن نداشت. دست تنها که نمیشه، باید یه تیم بیاریم. سلام. سلام. اگه بخوایم من تو هر زمینه ای، برق، نجاری، آب و فاضلاب، فنیکار خوب سراغ دارم. آدم کاربلدش هم سراغ دارم، ارزونم میگیره، میتونید قسطی هم پولشو بدید. چطوره؟ اون وقت چرا فکر کردیم ما به کمک احتیاج داریم؟ دیگه خانوم، من بالاخره باید یه جوری حق همسایگی رو ادا کنم دیگه. همسایین شما بس. بله. میتونیم بریم کافه روبرو، هم راجع به کمک‌های من حرف بزنیم، هم یه قهوه بخوریم. قهوه‌ای خوبی داره ها، مهمون من. اون دلقک هم تو این حق همسایگی شما شریکن؟ چقدر؟ یه تومن. باریکلا؟ فقط واسه یه قهوه؟ دست و دل بازین شما چقدر؟ ببین، یه شرطی بستم توش موندم، زایم نکن. همش خیلی دندون گردی شما. باشه قبول. با شرط تو کاری ندارم، ولی حواسه قهوه کردم. فکر خوبیه. بریم. علیرضا. سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. کافه خودتونه، بفرمایید. تا سفارش آماده بشه من اومدم. امریکانو لطفا. چش. مهتاب جون، یه آمریکانو یه اسپرسوی دبل لطفا. خجالت نمیکشی وارد این بازی ها میشی؟ امیر خان. امیر خان که مربی استقلال بود، اما امیر خالی. خب امیر خالی کار چیه؟ یه بچه پولدار شکم سیر که وقتشو تو کافه با اینجور بازی ها میگذرونه؟ بچه پولدار شکم سیر؟ وقت سرکار خانم از کجا به یه همچین کشف و شهودی نائل شدن؟ حسدنش سختیست. تفریحت که سرکار گذاشتن دختراست، گوشی و ساعت و سرلباست هم که بالا 100 میلیونه. اینا رو که تو شرط بندی نبردی؟ نه، ولی بعید میدونم تو همین تشکیلاتی که داری راه میندازی پولش از تو لاتاری برنده شده باشی ها. نه نبردم، پولش هم با بدبختی جور کردم، ولی بالاخره دارم کار میکنم، همینش دوست دارم. آفرین. این امیر آقای ما خیلی هم علاف نیست، تا پسر خوبیه. یه مکانیکی داره، تفریحی میره توش، یه کارایی میکنه،
تازه یه فکرای بزرگی هم در سر داره که اگه بشه چی دوری میشه، نه؟ ای مهتاب چه بچه خوبی؟ آفرین به تو، کارم میکنی پس. ولی بعید میدونم خرج این ژیگول بازیات با مکانیکی تفریحی در بیاد. اصلا شما فکر کن من تو بورس سهام دارم، یا یه پول قلمبه گرفتم گذاشتم بانک، ماه به ماه سودشو میگیرم. مشکلی داری؟ نه. چه مشکلی؟ عین پیرمردای بازنشسته و از کار افتاده. آفرین به تو. آفرین. این بود اصلا خورد داده کلش. من اینو تو دانشگاهی دیدم، اصلا مدلش این شکلی نبود. باور کن. ببخشید موضوع چیه؟ سلام. هیچی. نه شما دانشجوی معماری نیستین؟ چطور مگه؟ من میگم من دانشجوی حقوقم، سال آخر شما رو تو دانشگاه دیدم. هفته پیش این دوستتون تو تریبون آزاد خیلی تند حرف میزد، نه؟ بله با هم هم دانشگاهیم. راجب چی حرف میزنن؟ راجبه نمیدونم. ترم چندین؟ 6. منم اتفاقا ترم آخرم. یه موقعی 6 بود. حالا دور بر نداری دیگه، تو هم همچی فرقی با من نداری. چرا فرق داریم؟ خیلی فرق داریم. من اگه دارم اونجا رو میندازم برای تفریح نیست، کلی برنامه دارم براش. آره راست میگی، برنامه داری، ولی الان نشسته اینجا داری من نصیحت میکنی. البته نه مفتی ها، بابت همین نصیحت کردنت داری 1,000,000 تومن میگیری. آراد شدی؟ مهتاب جون لطفا بعدن یه تومن از این شازده بگیری بندازی تو اون صندوق مرگ. قهوه منم بزن به حساب. من فقط حواس قهوه کرده بودم. نگفتی اسمت چیه؟ نپرسیدی؟ اسم تو چیه؟ آتیه ناسه. این صدای ماشینت مال زنجیر موتور، اگه خواستی بیار برات درستش کنم. موتور ماشینت هم باید تنظیم شه. ماشون چند شنبه کلاس داریم؟ دوشنبه و چهارشنبه. منم کلاس دارم. حالا پنج شنبه هم میخوام یه کلاسی رو بردارم. خودت هم که رفتی تو باغ؟ آخ باغ. نه خوشم اومد، خیلی دختر با جنمیه. حالا که اون طور تنظیم کرد. عالیه، خسته نباشین. البته ما از رو دست بزرگامو مشق میکنیم و یاد میگیریم که چی کار باید کرد. البته آقای مهندس مسعودی سال هاست تو این زمینه فعالیت دارن. به این جنگ و جدال این سالهای اخیر اصلا چی ربطی نداره. بالاخره میگن هر کاری اولین باری داره، ما هم باید از یه جای شروع بکنیم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. میفرمودین. عرض میکردم تمام پروسه جمع‌آوری و نقل و انتقال آهن قرازه‌ها کاملا مکانیزه انجام میشه. چقدر عالی. البته همه چی باید مکانیزه بشه با از رو اصول. ما هم دیگه باید دم و دستگاهمون رو خودمون رو جمع کنیم و بریم تو موزه، نه؟ کم لطفی نفرمایید. ولی خب حقیقتش اینه که همه این روش ها و سیستم های سنتی نهایتا 3-4 سال دیگه دووم بیارن. کار کردن با ما کلی منفعت و سود داره. البته کاملا دو طرفه. البته منفعت دو طرفه خیلی خوبه. ولی خواسته شما دقیقا از ما چیه؟ ما همه تمرکزمون رو گذاشتیم رو جمع‌آوری آهنگرازا و انتقالشون به ایران. بسیار عالی. به هر حال شما هم کلی تجربه دارین، اسم و رسم دارین. یه چرخی تو صنف آهن و فولاد بزنیم، همه میگن نصف آهنگرازای کشورهای جنگ زده اطراف تو کارگاه شما آب شده. ریش و قیچی دست خودتونه. خیلی دلم میخواد در خدمتتون باشم. ولی واقعیتش اینه که درگیریام خیلی زیاده. ترسم بهتون قول بدم بعد نتونم کمکتون کنم. اسم شما رو پروژه باشه بر ما کفایت میکنه. یعنی اسم جناب مهندس که بیاد فکر نمیکنم دری بسته بمونه. بله. اجازه بدیم بررسی کنیم
نتیجه رو آقای سرمت میگن خدمتتون. اگه نگرانی بابت درصد و اینجور چیزا دارین شما هم بفرمایید، من در خدمتم. نه عزیزم، بحث این حرفا نیست. من اگر کاریم بکنم هدیه منه به شما. خوبی اومدم ببینم شکوری چیکار بوده. سلام شکوری. سلام. خوبی شما. خوبی. اونجا گزینه آوتپوت رو می‌بینی؟ بله بزنی دونو. آوتپوت یعنی خروج. بله. همونو بزنی برای وردم بهتون خروجی میده. بله. حل نگران نباشم دیگه. سلام دکتر. سلام عزیزم. بشین. حالا ما هیچ هوای این بنده خدا شکوری رو داشته باشیم. الان دو روزه از دست این کامپیوتر خواب و خوراک نداره. شهرونده دایی چند تا ماشین دسته بود، گاراژ خیلی گرفتار بودن. خیلی خوب. ویزا و بلیط هواپیما برای آخر هفته. ضمناً اون آپارتمان رو خریدم. کدوم؟ آپارتمان فرشته یر میگن. بالا نمیگفت یکم. یکم بالا پایینش مهم نیست. مهم اینه که زودتر کار رو راه بندازیم. تا تو بری لندن و برگردی تجهیزاتش رو هم میشینیم. راستی لیستو به رضی دادی؟ لیستو بله بله کامل دادم. یه سری خوردریزم میخوام که همون لندن میگیرم. گفتم یه دفعه نگم که خیلی هزینه نشه براتون. هزینهش مهم نیست. شریکیم دیم. حالا تو شراکتی که بیشتر خرجش افتاد گردن شما داییم. ولی ایده از توه. امروزه ایده مهمه. وگرنه سرمایه رو هر کسی میتونه بده. یعنی نفوذی داره اینجا؟ اینجا؟ من ما سر جمع چند نفریم؟ نه بابا، کانال زده تو وزارت خونه. سر پروژه اسکله بندر امام هم همین افسری زیرو به ما رو زد. نفوذی تو وزارت خونه است. این افسری ویترینه. آدم اصلی ها پشت اینن. برو تحتوشو درار، وگرنه چشم به هم بزنی خوردن اونا. یه ذره دل بدی به کار، از الواتیات کم کن دیگه. بابا الواتی کدوم با چی حرف در میاری؟ برو رد کارت. زن و بچه رو فرستادی اونور، داری عشق و حال میکنی. بده بگم دیشب کی پیشت بده؟ پس تو خونه خودم با دنبال نفوذی بگردم. من رفتم. خداحافظ. به سلامت. مسخره نکنی ها. الان یک کدوممون شوهر داشتیم اینقدر سختی نمیکشیم. نه که الان تو داری همه کارا رو میکنی، حق داری بابا. بابا تو سارو ببین. سرش درد میگیره، زنگ میزنه شوهرش بیاد. خسته، زنگ میزنه زودتر بیاد. حال نداره، زنگ میزنه ببرتش لواسون. اصلا هر کاری میکنه شوهرش پشتشه. خب تو هم منو داری عزیزم. میخوای ببرمت لواسون دور دو؟ حالا این مسخره. خب تو انگشتر منو ندیدی سندرا؟ نه. درست شد؟ آره درست شد. این بند خود سر از کامپیوتر در نمیاره که، حقم داره. یه اون رو دفتر کل و دفتر روزنامه بزرگ شده. مثلا باید یه فردستی دستیاری چیزی براش بیارید، کارهای نرم افزارش انجام بده. آبا دایید قبول نمیکنه. چرا؟ یه فقط به شکوری اعتماد داره. من نباشم براش مهم نیست، ولی شکوری ناموسشه. عزیزی، میخوام شماره موبایل این نفر برام پیدا کنی. یه خانومیه به اسم آتیه ناسه. شماره خانومه رو بسیش میخوای؟ این ماشینش رو برده بود گاراژ براش جمع کنم. بعد شماره‌ای که داده اشتباه، الان چند روز کارش تمام شده نیومده ببرم. نیدم مطابقت. نگران خودشی یا ماشینه؟ بابا ماشینش چیزی بشه دردسر میشه. باشه، صبح بگیری میکنم. همین بریم؟ آره بریم. کارا تموم شد دکتر. پایستتون گفتم نکنه و کارای شرکت لنگ بمونه. چه
چهارتا قرارداد دم دستی و اجاره اونجور چیزا رو میدم به من، بعد قرارداد مهمه و توکل مکلا کجا میره؟ همون شرکت حقوقی که خود خوب میده. اون ناسلامتی من ترم آخر حقوقم، اگه به من اعتماد ندارین رزیم میگم طبق معمول لبخند ملی تحویلم. اگه تو به دایی بگی دایی حرف تو رو قبول میکنه، بهش میگی؟ الو چی رو؟ یک ساعت گل لگت میکردم راشه، حواسم رفت از به رانندگی. چی گفتی تو؟ من مزاحم رانندگیت نمیشم. رانندگیت خانم مامو مرزی کلی این خرطه پرته واسه ات اومده کرده. من سر دو برق لواشک باید به همه تو جمع پرسته. اوه چه زودم قهر میکنه بابا. اومد همین بابا دوست کرده. سلامت کن بابا. سلام بابا جان. سلام بابا چطوری؟ خوبی؟ با سلام بابا خوبی؟ من خوبم، خسته نباشین. خوبی؟ خوب. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنون. برو لباسات رو عوض کن بیا شام بخوریم. کوفته درست کردم که دوست داری. سیرم نمیخورم. ریان جان به اسما بگو امیر آخر هفته میاد، ساعت پروازش هم خودش میگه. اسما بابا میگه امیر آخر هفته میاد، ساعت پروازش هم انگاری خودش میگه. باشه. مامان من گشنامه ها. بابا شما یکم بیشتر توجه کنی بد نیست. چی شده مگه؟ چی شده؟ موهاش رنگ. تو کاری کردی؟ یعنی چی؟ موات یه جوری شده رنگ کردی؟ مثل که آب نایی بردم. شما توجه نکنی بهتره. مادر جون این همه سبزی مصرف یه سال یه خانواده چهار نفره است. خیال میکنی تو قربت بچه های ما دلشون به همین سبزی خوشگاه خوشه، دو نفری با هم غذاهایی درست میکنن کیف میکنن. دست در نکنه. حالا ماما خیلی سلام رسون. سلامت باشه. خیلی ماما سلام رسون. سلامت باشه. سلامت باشه. پس خیلی بردشی با اون اونجا مکشونات بی صابونه نریا. باشه الان میام شما برید. یعنی نه موبایل نه تلفن ثابت هیچی؟ نه هیچ خطی به اسم آتیه ناسه ثبت نشده. شغلش چیه؟ دانشجو، احتمالاً خطش به اسم بابای برادری کسیه دیگه. ولش کن حالا بالاخره میاد ماشینشو میبره دیگه. خداحافظ. گزارش نبود که مثل رپورتاج های شهرداری منطقه بود سردبیرم گفت چاپ نشه. تو که دبیر سرویسی باید چاپش میکردی، یه جوری میگی رپورتاج های انگار من پول گرفتم. بابا جون من نگفتم، سردبیر گفت. اینقدر سردبیر نکن. اون همه گزارش و مطلب نوشتم صفحه معماریتون آوردم بالا، حالا اینه دستمزدم؟ به جای اینکه هوای منو داشته باشی هوای سردبیر رو داری. آخه اگه هواتو نداشتم که هنوز نمونه خام بودی که من گذاشتم سرویس شهرسازی. نه آقا جون بی خود منت نذار، رشتم بود به درد میخوردم. نمیدونم کیتا چی؟ زنگ میزنم بهت. خداحافظ. خداحافظ. خانم قربانی سلام. سلام. ببخشید من نمیخوام فضولی کرده باشم ولی من چون دیدمتون گفتم بهتون بگم. چی رو؟ این سینا خیلی به سر خوبی ها ولی بچه های چیزی ها چه بهش میگن؟ چی میگن؟ چی میگن که
میگن به هوای کار و این جور چیزا دخترا رو میکشه دفتر مجلهشون. حالا اصلا نمیخوام شما فکر بد بکنین، گفتم فقط بهتون اطلاع داده باشم. باشه خانم قربانی، ببخشید محسن موضوع چیز دیگه است، موبایلمو جا گذاشتم، میتونم با موبایلتون زنگ به امیر بزنم؟ امیر که یادتونه توی کافه. بله ببخشید. جواب نمیده. ببخشید. خواهش میکنم. خداحافظ. تیتی خانم سلام، چطوری؟ بفرمایید. سلام علی. سلام. سلام. قراره اینجا کار کنی؟ اینجا؟ مطمئنی؟ آره. کی بازون قرار گذاشته؟ مهندس گفت بیاین. کدوم مهندس؟ اسمشو که نمیدونم، ولی این شمارش. یه لحظه اجازه بدین. این شماره منه، سیوش کن، کاری داشتی به من زنگ بزن. این دوتا بنده خدا کارگرهای کاری و درجه یکیه. شما بی زحمت لباس تو رو تو اون اتاق عوض کنی، صبونه منه بکسه. باشه آقا. چی کار داری میکنی واسه خودت؟ علامت میگم. سلام. خب صبونه هم اومد. سلام. اینو بده من، اونو بذار اونجا. این صبونه شماست، براتون میذارم اینجا. همه چی ردیف، اگه مشکلی پیش اومد به من زنگ بزن، من کار دارم باید برم. در ضمن برای کارهای برقی و صوتی و سیمکشی و هر چیز دیگه ای آدم خواستی من دارم. خداحافظ. صبر کن ببینم اینم شرط بندیه؟ نه بابا، این دیگه کمک به خلق الله بود، از برکاتش هم به دست آوردن شمارت. روز خوبی داشته باشه. پسره اینجا چی کار داشت؟ مگه میشناسیش؟ از این علافه کافه رو برویه. رفتی لامپا رو تحویل بگیری؟ آه الان اینجا همه چی ردیفه، باید گیر لامپی. بهونه علکی نیار آرمان، بگو اهل کار کردن نیست. اهل کار که نیستا، کار پرت. بابا صحبت میکنی قال قضیه رو بکنی؟ چی بگم دیگه آخه؟ جواب بابا رو میدونم، خودم رو سبک نمی کنم. تو هم بودو برو لاله‌زار. بودو. خیلی خوش مزه‌ست. آرمان نخورم؟ نه برو الان. نه میگم برو ببینم. بسه برو. بسه دردم. سلام بابا. سلام. یه دقیقه بیا کارت دارم. بفرم. بابا من آمار این یارو گرفتم، سالی کلی آدم میفرسته اون بره مرز. پولش چی؟ جور کردین؟ شما زمین کرج رو بفروشین ردیف میشه دیگه. خیلی نمیخوام، سهم خودم رو بدین. سهم؟ من هنوز نمردم. میری سربازی برمیگردی، اون وقت قانونی هر جا خواستی بری خودم میفرستمت، حتی اگه لازم باشه اینجا رو میفروشم. بابا برم سربازی که چی بشه؟ دو سال از زندگی عقب بیفتم؟ الان جلویی؟ 20 و چند سالت شده، هنوز تکلیفت با زندگیت روشن نیست؟ تکلیفم روشنه، برم اونور میفتم رو غلطه. چی کار میخوای بکنی؟ ببینم اصلا تو هدف داری تو زندگی؟ بله هدف دارم. تو این مملکت هیچ کاری نمیشه کرد. چی کار نمیشه کرد؟ بگو. میخوای بگی نمیذارن؟
میخوای بگی جوونا رو درک نمیکنن؟ میخوای بگی تو سر جوونا میزنن؟ آره باشه، ولی بمون. گیر دادی یا تو فکر کردی بری اونور برات فرش قرمز پهن کردن؟ ها؟ فکر کردی اونجا چی کار میخوای؟ اصلا گریم رفتی، رفتی اونجا یه سالم ولگشتی، بعدش چی کار میخوای بکنی؟ برنامه چیه؟ اونجا امکان رشد هست. رشد؟ چجوری؟ به چه قیمتی؟ شما منو قبول نداری، من بچه زرنگم. ها زرنگ، بله بچه زرنگ. ببین الان اوضاع احوال اینجا اینجوری شده که هر چی آدم نامردتر، کلاهبردارتر، بیوجدانتر بهش میگن زرنگ. اگه سر 100 نفر رو کلاه بذاری بهت میگن زرنگ، اگه سر 1000 نفر رو کلاه بذاری بهت میگن خیلی زرنگ. اما یادت باشه همون موقع هم بهت نمیگن آدم، بهت نمیگن انسان. یاد بگیر آدم باشی آرمان. شما بذار برم اونور چشم، آدم هم میشم. من بچه‌مو دست قاچاقچی نمیدم که 2 روز دیگه خدا نکرده جنازه‌شو تحویل بگیرم. میری سربازی بعد. بابا آخر هفته بیا. بله. سلام. مشکلی پیش اومده؟ ببخشید شما؟ امیرم. دیدم میس کال افتاده، گفتم شاید مشکلی پیش اومده. نه خیر مشکلی نیست. باشه پس شمارمو سیف کن یادت نره. صبونه خوب بود؟ بله خوب بود ممنون. کارگرو چی؟ راضی؟ بله همه چی خوبه، کارگر و صابونه همه چی، هیچ مشکلی هم نیست. اگه سوال دیگه ای نداری من برم به کارم برسم. باشه اگه کاری داشتی بازم بهم زنگ بزن. رود زیاده ها. ممنون، منم خوشحال شدم صدا تو شنیدم. خدافظ. سلام امیر، چطوری؟ سلام، بد نیستم. منم خوبم، مرسی از احوال پرسیه شما. ملالی نیست جز دوری تو. یه وقت حالمو نپرسی ها؟ نه یه ذره به سرم شلوغ بود، میخواستم اتفاقا بهت زنگ بزنم. امیر بابا بلیط تو اوکی کرد، نمیدونی چقدر ذوق دارم. چه خوب. چه خوب؟ تازه یاد گرفتی هی میگی چه خوب؟ وای امیر باورم نمیشه انقدر دلم برات تنگ شده باشه. من همینطور. خودم میام فرودگاه دنباله. زحمتت میشه. همه برنامه‌مو کنسل کردم، فقط منتظرم بیای با هم خوش بگذرونیم. فقط یکی دو روزی میریم کارهای بابا رو انجام میدیم، بقیه‌اشو فقط کیف میکنیم. امیر. امیر. بله بله بله. کجایی؟ تو حالا عاشق شدی؟